شاید فعلا امکان این نباشه که ما مثلا از کلاس اول تا کلاس دوازدهم تمام مواد درسی رو به کردی یا به آذری تدریس کنیم. تدوین کتاب‌های درسی طول میکشه. منظورتون از آذری ضمناً زبان ترکیه دیگه؟ آذری ترکی آذری از ترک زبان‌ها نسبت درست. به این اصطلاح حساس هستن. من به عنوان زبانشناس حساس نیستم موقعی که میگیم آذری منظورمون ترکیه آذری، موقعی که میگیم کرمانجی منظورمون کردیه کرمانجیه. عذر میخوام، به هر حال من هیچ گونه دید ردبندانه‌ای نسبت به زبان‌ها ندارم و آذری بدون هیچ شکی زبان ترکیه، یکی از گویش‌های ترکیه. اینه که در مرحله فعلی شاید مسلمه که امکان این نیست که ما کتاب‌های درسی داشته باشیم و بتونیم مثلا شیمی رو تا کلاس دوازدهم به ترکی آذری تدریس کنیم، ولی یک مسئله دیگر رو باید مد نظر داشته باشیم. ما میدونیم که زبان‌ها نوشتار و تدریس مواد مختلف به یه زبان اون زبان رو غنی میکنه. این زبانی که فقط با تبدیل میشه به زبان گویش خانوادگی و محاوره خانوادگی، زبانیه که کم کم قناعت واژه‌ای خودش رو از دست میده، ساختارهای نحوی خودش رو کم کم ساده تر میکنه، به خاطر اینکه نوشتاره که اجازه میده که ساختارهای نحوی پیچیده بشن. چرا؟ چون موقعی که ما حرف میزنیم در محاوره ساده ترین ساختارها رو بفهمه، برای اینکه حافظه نمیتونه یه جمله خیلی تورانی رو بفهمه، جمله پروست یک صفحه‌ای رو شما نمیتونین اینجوری بگین و بفهمین، ولی نوشتار به ما اجازه میده که برگردیم، حافظه میتونه برگرده جمله رو از اول شروع کنه. بنابراین ساختارهای پیچیده فقط نوشتاره که ممکنشون میکنه. پس معتقد هستید نوشتار باعث میشه زبانهایی که ما فکر میکنیم توانا نیستن توانا تر بشن؟ مسلم.